در اول صفحه 5 در آن جزوهی که خدمتتان هست: و هر یکی را بر قدر کار خود اجرت می دهی و غلط نمی کنی. خسخن گفت و بحث کردیم جلسه قبل که مولانا می فرماید اگر کسی آمد و برای شما کار کرد، شما کاملا ساعات آن، روزهای آن رو به خاطر دارید، می خواهید به او مزد و پاداش بدهید. چگونه هست که شما در مورد پاداش دیگرانی که برای شما کار می کنند شما اشتباه نمی کنی، به غلط نمی افتی، اما خداوند نسبت به آنچه که شما انجام می دهید در جهان و نسبت به مزد و پاداش شما چگونه ممکن است که خطا کند و به اشتباه بیفتد؟ عالم انی اعلم ما لا تعلمون و دانای ما یعذب ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما، آن دانا خداوندی که مور سیاه را بر سنگ سیاه بدان پای باریک در شب تاریک می افتد و می خیزد و می رود، آن بینای مطلق تعالی و تقدس می بیندش که آن مور در آن شب دیجور در رفتار تیز یا آهسته می رود. در آن شب بسیار ظلمانی، شب دیجور یعنی شب بسیار ظلمانی، خداوند می بیند که یک مورچه سیاه در سنگ سیاه در شب سیاه با پاهای بسیار ظریفش، خدا می داند که او تند می رود یا آهسته می رود. چگونه هست که اعمال شما رو در نیابد و اعمال شما رو به دست نیاورد؟ آهسته می رود یا اینکه یا میانه سوی خانه می رود یا سوی دانه می رود و می داند این مورچه به طرف خانهش و لانهش می رود یا به طرف دانهش می رود. پس آن دانا خداوند می داند اندازه رنج و کوشش بندگان خیش و عدد اشک چشم آسیان پرحسرت و آه. خداوند مقدار رنج و کوشش همه بندگان خود را می داند، تعداد قطر اشک هایی که در راه او ریخته می شود رو می شمارد، عدد قطره های خون جگر خونچکان عارفان بارگاه را می داند، یعنی هر قطره ای که از خون جگر عاشقان و عارفان در مبنای عشق فرو می ریزد اینها رو خداوند می داند، و عدد انفاس پاس مسبحان تسبیح سحرگاه و تعداد نفس هایی که آنهایی که تسبیح می گویند هنگام سحرها و صبحها و اوایل صبح و پایان شب، اینان تسبیح که می گویند تعدادش رو خداوند می شمارد و می داند، و عدد اقدام به اقدام سالکان، قدم هست قدم به قدم ها، تعداد قدم هایی که در قدم هایی زده می شود، سالکان مالکان مملکت مجاهده. مجاهده و تلاش و کوشش یک مملکتی دارد که عده‌ای مالکان آن مملکت مجاهدت هستند، مجاهدت در راه خداوند، سیر و سلوک در راه خداوند، و قدم های سالکان رو می شمارد که روز و شب به بارگاه و پیشگاه مقعد صدقین رقصان و ترانه‌گویانند. این مجاهدان فی سبیل الله و جهاد کنندگان در راه خداوند که جهادشان به این نیست که شمشیر به دست بگیرند و با دشمنان به قضا بروند، بلکه اینان شمشیر ذکر در دست می گیرند و به مصاف نفس خونریز و شیطان درون می روند. نفس بیرونی را کشتن و شیطان بیرونی را کشتن چندان امر مشکل و سختی نیست، و اگر کسی در آن راه زخمی بردارد در راه
جهاد فی سبیل الله و جهاد با دشمنان خداوند اگر زخمی بردارد، اگر فدا شود، شهید شده است. اما این گونه با ذکر، با شمشیر ذکر به جنگ دیو نفس و نفسانیات و شیطان رفتن بسیار بسیار صعب تر است. آن قصه حضرت مولانا رو حتما همه شنیده این که روزی یک نفر قاضی بود، قضا می کرد، یعنی جنگجوی بود، بسیار جنگ ها می نمود و وقتی که طبل جهاد نواخته می شد او شمشیر و سلاح بر می گرفت و می رفت تا با دشمنان و کافران دین و کسانی که در برابر دین ایستاده بودند و کافران حربی بجنگد. کارش این بود که هنگام مجاهدت مستنفران، یعنی کسانی که می آمدند و مردم رو به جهاد دعوت می کردند، اینها رو اجابت می کرد و می رفت در جنگ و جهاد شرکت می کرد. پس از این که جهاد او تمام می شد و به پیروزی می رسید، با اینکه سرهای کافران رو برباد داده بود و مجاهدت ها و زحمت های فراوان کشیده بود، برمی گشت و دوباره منتظر جهاد بعدی بود. مولانا در این قصه بسیار زیبا می فرماید که یک روز استاد و پیر این شخص به او گفت که تو دیگر نباید به قضا بروی، نباید به جنگ بروی، جنگ تو این است که با نفس خود مبارزه کنی. و او هم پذیرفت، او هم گفت که چون استادم چنین میگوید من هم چنین خواهم کرد. چون همان قصه مشهور است که در جنگ احد وقتی که یاران رسول برگشتند و همه زخم دیده بودند، همه لطمه دیده بودند، 80 نفر از مؤمنان به شهادت رسیده بودند، خیلی از اشخاص زخمی و مجروح بودند و تا حد مرگ جنگیده بودند، وقتی که آمدند حضرت رسول فرمود که رجعنا من جهاد الاصغر، از جهاد اصغر، از کوچکترین جهاد برگشتی، و علیکم بالجهاد الاکبر، بر شما با جهاد اکبر. یاران و صحابه گفتند این چگونه جنگ کوچکی بود؟ به قول معروف ما رنجهای بسیار فراوان کشیدیم، در آنجا یاران خود را از دست دادیم، زخمها برداشتیم، این جنگ بسیار بزرگی بود، این چگونه جهاد اصغر نام می نهد پیامبر؟ پیغمبر فرمود که جهاد اصغر جهاد با دشمن درون شماست، جهاد با نفس قدار شماست. آن نفس بسیار قدارتر و قدرتمندتر است از این شیطانهای بیرونی و از این کافران حربی. و میگویند که او نشست، ناگاه طبل قضا برآمد و آن مستنفران که دعوت میکردند مردم رو به قضا و جنگ و جهاد دعوت میکردند، طبلها را کوفتند. این در کنج خانه بسیار معذب بود. از آن طرف می گفت که اکنون همه منتظر من هم که بگوین فلان کس آمد، فلان کس با شمشیرش چنین خواهد و چنان خواهد کرد. با کر و فرش صحنه میدان و نبرد رو به صحنه خوناوری و صحنه شجاعت و سماحت و بزرگی بدل خواهد کرد. همه می گفتند فلان کس اگر بود او پهلوان بزرگی است و اگر بیاید چنین چنان خواهد کرد. اما دستور برای او بود که او به جای اینکه با دشمن خارجی به جنگ برود، با دشمن درونی در جنگ باشد. نمی توانست خود را نگه دارد و هر لحظه 1000 بار کشته می شد و 1000 بار از این دنیا می رفت و دوباره زنده می شد. چرا که آخرش بانگ برآورد که خداوندا اگر من در جهاد باشم یک بار کشته می شوم و یک بار شهید می شوم، در این کنج خانه
در این مرگ سیاه من هر روز هزاران بار می میرم و زنده می شوم و هر روز در برابر این نفس من خود رو بی سلاح می بینم. اگر آنجا آن مرگ سرخ به سراغ من یک بار می آمد، اینجا مرگ سیاه هر لحظه بر من عارض می شود و هر لحظه مرا خون سیاه صبر و استقامت در خود فرو می کشد. این است که آنهایی که مجاهده می کنند، مجاهده با کفار بسیار بسیار آسان‌تر است از مجاهده با نفس، چرا که آنجا یک بار انسان کشته می شود دیگر به مقام شهادت می رسد، به مقام شهید می رسد، اما در اینجا هزار بار می میرد و زنده می شود. روز و شب به بارگاه و پیشگاه مقعد صدق رقصان و ترانه گویانند. مقعد صدق، مقعد قعده یعنی نشست، مقعد یعنی محل نشستن. از آیات قرآن هست که انسان جایگاهش، جایگاه مقعد یعنی محل نشستن، محل قعود و قعده کردن و نشستن، منتها بر صدق باشد، بر راستی باشد. انسان اگر مبارزه نکند، اگر جهاد نکند، اگر سرپا و بر روی اسب یا بر هر چیز دیگر با شمشیر و با هر چیز دیگر مبارزه نکند، می تواند که با بنشیند، اما در مرتبه صدق بنشیند. انسان لازم نیست حتما برپا باشد و به تک و پو رفتار کند، بیاید و برود و به جنگد و کر و فری داشته باشد. می تواند که انسان بنشیند، اما در مقعد صدق بنشیند، در جای صدق و صداقت و راستی و درستی بنشیند. این نشستن بر درستی بهتر است از برپا خواستن بر نادرستی و آنچه که شبه ناک است. ما شبروان که در شب خلوت سفر کنیم، در تاج خسروان به حقارت نظر کنیم. این تاج پادشاهان و این سلای بزرگان و عمرا و کسانی که بزرگان این جهان هستند و آمران و حاکمان این جهان هستند، آنانی که در شب راه می روند. شب در کجا راه می روند؟ نه راه رفتن معمولی، راه رفتن در طریق صدق و نشستن در مقعد صدق، که در شب خلوت سفر می کنند. سفر اینها سفر درونی است، سفر از درون خیش به درون خیش است. آن سفری که انسان از خود می کند به بیرون، این سفر مهدومی است، سفر روشن و مشخصی است. اما مهمترین سفر این است که انسان در وجود خود سفر کند، از خود به خود سفر کند و از خیشتن خیش به خیشتن خود سفر کند. و این است که انسان وقتی در درون خود سفر کرد و از درون خود، از صفات خود به صفات دیگر رفت، از افکار و تمایلات خود به افکار و تمایلات الهی رخت و بس و به آن طرف سفر کرد، آنجاست که انسان راه‌های بسیار بزرگی پیش روی خود خواهد دید. می روند به جان، نه سوار و نه پیاده. می روند اما با جان و با روحشان می روند. این سیر و سلوک با جان و روح است، با قدم ها نیست. با قدم رفتن بسیار آسان است. آنچه که بسیار سخت است با قدم دل رفتن هست. می روند به جان، با روحشان می روند، نه سوار و نه پیاده. بی دل و دل داده، بی مرکب و بی زواده. بدون دل، دل را رها می کنند و می روند. و حتی بدون دل داده، آن کسی که دلشان را به او داده اند، از او هم دورتر می روند. بی مرکب، بدون چیزی که سوار آن شوند، و بدون زواده. زواده جمع زاد هست، زاد یعنی توشه، توشهی که انسان برای یک راه میبرد. انسان معمولا هر سفری دارد
معمولا برای خود توشه‌ای دارد، توشه‌ای از جمله خوردن، نوشیدن یا توشه رخت و لباس و اینها دارد. به اینها جمعا میگویند زاد. زواده جمع آن است، یعنی همه آن زادها و توشه های مختلفی که هر کسی برای سفر استفاده میکنه. همان چمدانی که به قول معروف ما با خود میبریم در مسافرت هایمان و قدما همه چیز را با خود میبردند، غذایشان را هم خودشان با خود میبردند و تأمین میکردند. بی دل و دل داده می روند و بی مرکب و زواده می روند، بر قدم توکل بر مالک جزء و کل. با چه قدمی می روند؟ راه سلوک چگونه هست؟ انسان می خواهد به سوی خدا برود چگونه برود؟ می فرماید با قدم توکل باید بدهد. توکل یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان وکالت بدهد به خداوند. توکل مسئله بسیار مهمی است و اهمیت آن از این جهت است که انسان وکالت می‌دهد به خداوند، چون همه چیز به دست خداوند است و خداوند فعال مایشا است، هر چه می‌خواهد می‌تواند انجام دهد. بنابراین عاقلانه ترین کار و بهترین کار این است که انسان کار خود را وکالت بدهد به خداوند، خداوند را وکیل کند و خود موکل باشد، بگوید خداوند هر کاری که هست من به تو وکالت دادم. انسان به یک کسی در این جهان مادی وکالت بدهد چه می کند؟ یک مشکلی دارد، می رود یک وکیل انتخاب می کند و همه کار را به او می سپارد. اگر این وکیل انسان درستی باشد، انسان قابل اعتمادی باشد، انسان توانمندی باشد، او دیگر خیالش راحت است که او وکالت را انجام خواهد داد و کار او و مشکل او را بلافاصله حل خواهد کرد. اینجا چون خداوند است که همه چیز در اختیار او هست، اگر می دهد خداوند می دهد و اگر پیش می آورد خداوند پیش می آورد هر آنچه را که ما می خواهیم. بنابراین بهترین کار و عاقلانه ترین کار این است که انسان به خداوند حواله کند. وقتی که همه چیز دست او هست، انسان وکالت به او بدهد و بگوید خداوند تو وکیل من هستی، اگر می خواهی بده، اگر میخواهی نده. چون اگر هم کس دیگری باشد بخواهد نده، خداوند اگر بخواهد ندهد، کاری از دست کسی بر نمی آید. پس خوب است، عاقلانه است که انسان تسلیم شود و توکل کند. البته عرفا نسبت به این سه مورد، توکل و تسلیم و تفویض، بحث دارند. توکل از حالات بدایات است، از بدایت حال اشخاص است، افراد مبتدی هستند که توکل می کنند. پس از اینکه کاری رو تصمیم گرفتند، اون رو به خدا وا می گذارند. این مفهوم توکل است. توکل یعنی کار خود را به خدا وا نهادن. اینجا این فردی که در بدایت سلوک است، در ابتدای سلوک است، توکل می کند. چرا؟ چون برای خود منظوری در نظر دارد، برای خود چیزی در نظر گرفته است، مسیری در نظر گرفته است و خواسته ای را در نظر گرفته است. به خاطر رسیدن به آن خواسته خداوند را وکیل خود می کند و البته خیلی کار خوبی هم است. اما در حالت متوسطین و یا در حالت عوام باید توکل کنند، اما خواص بایستی تسلیم باشند. خواص دیگر وقتی که کاری برایشان پیش آمد، دیگر خواستن بسیار مهم است، خواستن و خواهش و دعا کردن رو کنار می گذارد، تسلیم محض خداوند می شود. خداوند برای او هر کاری را که پیش آورد، اینها تسلیم او می شوند. نه اینکه کاری رو در نظر داشته باشد و به خدا بسپارد و بگوید خدا یا فلان کار رو اینگونه انجام بده، فلان کار رو برای من چنین کن، عاقبت مرا به خیر گردان. این یعنی توکل. اما که مال عوام است، برای عوام است این توکل، نسخه عوام است. اما برای خواص چه؟ برای خواص این تسلیم است. تسلیم یعنی تسلیم شدن در برابر کار خداوند. هرچه که او پیش می آورد
گردن تسلیم می نهد و می پذیرد. این برای خواص. خاص الخواص چگونه اند؟ نه اهل توکلند، نه اهل تسلیمند، اینان اهل تفویضند. قبل از اینکه کار شروع شود، کار رو به خود خدا وانهاده اند. هیچ خواهشی و خواستنی در وجودشان نیست و همه کار خود رو و همه وجود خود رو به خداوند تفویض کرده اند. و افحب به امری الالله، ان الله بصیرون بالعباد. و چرا که خداوند بصیر است به عباد، خداوند آگاه تر است به بندگان خود از خود بندگان به خیشتن. از این جهت وقتی که انسان خداوند رو آگاه دانست، دیگر لازم نیست حتی چیزی از او بخواهد. اینجاست که خواص و خاص الخواص دیگر دعا نمی کنند. اگر بزرگان ما هم دعا کرده اند، برای یاد دادن به ما هست که به عوام یاد بدهند که چگونه اگر میخواهید دعا کنید، اگر میخواهید خدا را بخوانید، اینگونه بخوانید و اینگونه دعا کنید. پس در همه موارد، چنانچه در مجالس قبلی و جلسات قبل هم عرض شده است، این است که ما همه کارهایمان در بحث عرفان بر سه محور حاکمیت دارد: محور عوام، محور خواص و محور خاص الخواص، که هر سه اینها با هم دیگر جدا هستند و شاید عوام اینها رو متناقض بدانند. جمع اینها ممکن نیست. انسان ممکن نیست هم توکل کند و هم تسلیم باشد و هم تفویض بکند. ممکن نیست. بسته به مرتبه وجودی خود بایست یکی از اینها رو برگزیند. اگر از عوام است، میبایست حتما توکل کند، چاره دیگری ندارد. اگر از خواص است، از مرحله توکل گذشته است و دیگر نباید توکل کند، باید تسلیم باشد. و اگر از خاص الخواص است، نباید توکل کند و نباید تسلیم شود، بلکه باید تفویض کند، کار خود رو کلن وانهد به خداوند و به او بگوید هرچه تو میخواهی و هرچه تو میگویی همان را میکنم و تو همان را بر من نازل کن. من چیزی از خود نمیخواهم، من هیچ خواسته ای از خودم ندارم. مگر عاشق میتواند از معشوق خواسته داشته باشد؟ خواستن در بدایت راه است، خواستن در ابتدای راه است، خواستن در زمانی است که هنوز عاشق مفهوم حقیقی عشق را نفهمیده است. آن وقت که فهمید مفهوم حقیقی عشق را، از خواستن ها رها می شود، از دعا کردن ها، از دعوت ها، از همه چیز رها می شود و همه چیز را مختص به خود معشوق می داند. می نشیند، منتظر می ماند، در مقعد صدق می نشیند و منتظر است تا اینکه خدا بر او چه نازل فرماید، تا به او چه دستوری دهد. هر دستوری که داد، او رو آن رو عمل خواهد کرد. مسئله مهم و نکته بسیار قابل توجهی است. بر قدم توکل بر مالک جزء کل، چون خداوند هم مالک جزء است هم مالک کل است. ما بعضا فکر میکنیم خداوند فقط مالک کل است، مالک جزء نیست. حضرت صادق علیه السلام فرمود اگر حتی بند کفشتان را هم از خدا بخواهید. به صحابه فرمود که حتی بند کفشتان را هم از خدا بخواهید. چرا بایستی بخواهد؟ عوام باید حتی بند کفشش را هم از خدا بخواهد. خواص که دیگر از خواستن رها شده است، این مرتبه عوام است، این سخن در مورد عوام است. عوام باید حتی بند کفش خود را هم از خدا بخواهد. چرا؟ بفهمد که این بند کفش او هم از جانب خدا هست و اگر خدا ندهد، او هیچ کاری از دستش بر نمی آید. بداند که هر چیز را خدا می دهد. هر قطره آبی که به کام او می رسد از جانب خداست. هر لقمه و نواله‌ای که به کام انسان میرسد از جانب خداست و جز خداوند کس دیگری نمیتواند اینها رو به او بدهد، هرچند بسیار جزئی و کوچک باشد. اگر بزرگ هم باشد که فبه المراد. بر قدم توکل بر مالک جزء کل، قدم بر میدارد اما قدم توکل بر میدارد. در مقعد صدق نشسته است آنجا، ولی قدم های توکل بر میدارد، که توکل بر مالک جزء و کل. پس
آن دانا خداوند شمار جان نثار تمام عیار آن بندگان را در نسخه علم قدیم خود یک به یک، ذره به ذره، موی به موی نشمرده باشد. می‌فرماید آیا اینها رو خداوند نشمرده است که شمار جان نثاران خود رو نمی‌داند خداوند؟ چه کسانی جانشان را نثار خدا می‌کنند و نسخه علم قدیم خود رو، علم خداوند علم قدیم است. علم های ما اگر علم باشد، علم حدیث است. عرفا میگویند ما علم نداریم، ما فقط یادآوری میکنیم. اصلا خیلی از عرفا علم رو نفی کرده اند و گفته اند که ما علم نداریم، آنچه که هست یادآوری است. ما آنهایی که علم دارند، خداوند آنها رو در روز ازل در وجود آنها به ودیعت نهاده است. و اکنون که ما آمده ایم از آن عالم ملکوت، ما فقط یادآوری می کنیم، آنچه را که قبلا می دانستیم یادآوری می کنیم. علاوه بر آن در حالتهای پیشرفته تر خداوند فرمود که انی اعلم و ما لا تعلمون، در اینجا هم اشاره فرمود من می دانم آنچه را که شما نمی دانید. خداوند چیزهای فراوان می داند که به ما آن علم را نداده است. نسخه خداوند علم قدیم است، علم حدیث و علم جدید نیست. قدمت علم او نسبت به همه چیز وجود دارد، نسبت به همه چیز او عالم است. یک به یک، ذره به ذره، موی به موی نشمرده باشد. خداوند می داند که فلان حیوان چند تار مو در بدنش دارد و فلان خورشید چند ذره در نهادش دارد، می داند که فلان اقیانوس چند قطره در درونش دارد. نشمرده باشد و ننوشته باشد که فرمود و نکتب و ما قدمو و آثارهم. قرآن فرمود که و نکتب و می نویسیم ما قدمو، آنچه که مقدم داشتن، آنچه که از پیش فرستادند، و آثارهم، و آثار اینها رو هم ما می نویسیم. هر چه که هست ما اینها رو کتابت میکنیم. چرا کتابت؟ از لفظ کتابت استفاده کرد چون کتابت نشان دهنده حتمی بودن مسئله هست. ما وقتی که قولی میگوییم، سخنی میگوییم، این در فضا منتشر میشود و از بین میرود. ولی اگر این رو ما کتابت کنیم و بنویسیم، اینجا دیگر حتمی است. اصلا عرب از لفظ کتبه به عنوان حتمیت استفاده کرده است. در قرآن هم هست، فرمود که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نوشته شد بر شما صیام. اصلا فقها وجوب صیام و وجوب روزه رو از این آیه میگیرن که نوشته شد بر شما. نوشته شد یعنی حتمی شد. در علم قدیم الهی و در علم ازلی خداوند این نوشته شده است و این بسیار روشن است. و چون شمرده باشد و نوشته باشد قدم ها و دم ها، دم های نفس ها و ندم های اولیان و آخریان را. خیلی زیباست، قدم و ندم و دم. قدم یعنی قدم هایی که در راه خدا، قدم های معنوی که روح در راه خدا بر می دارد. ندم پشیمانی هایی که انسان از کار خود و از عمل کرد خود دارد. و دم هم همان نفس هایی است که در محضر خداوند زده می شود. اولیان و آخریان، آن انسان های اول و آن انسان هایی که بعد از این خواهند آمد، همه اینان قدم هاشون و دم هاشون و ندم هاشون رو نوشته است. پس آن عادل خداوندی که زخم تیر عدلش بر آماج اصابت موی را دونیم کند، موی که بسیار باریک است، این شمشیری که بتواند موی رو از وسط، از طول البته منظور است، از طول دونیم کند، این بسیار شمشیر با فراستی است. و فرمود که تیر عدلش آماج اصابت است، میفرستد و حتما اصابت میکند. تیرهایی که ما میفرستیم ممکن است اصابت بکند و ممکن است نکند، اما تیرهای الوهی در آماج اصابت است و اصلا میرود که اصابت کند. هیچ تیر الهی به خطا نخواهد رفت.
یعنی او با عدالت خود، خداوند عادل با عدالت خود تیرهای عدالت را به هدفهای اصلی خود برخواهد زد. چون روا باشد از عدل چنین عادلی، چگونه روا هست و جایز هست از عدل چنین عادلی و از انصاف چنین منصفی؟ خداوند انصاف دهنده است و منصف است. انصاف میدانیم که چیست. انصاف یعنی هر چیزی را در جای خود به شکل صحیح قرار دادن. از نصف میآید. انصاف یعنی نصف کردن، یعنی یک چیز را واقعا دو نصف کردن و کاملا با نصفت و مهربانی و با عدالت یک چیز را قسمت کردن. خداوند که همه روزی های بشر رو و حتی روزی های مادی و حتی روزی های معنوی رو خداوند آمده است و خود اینها رو با نصفت و با مهربانی و با انصاف مراعات کرده است، که این یک عامل را صد دهد و صد هزار دهد و آن عامل را که او همین کار کرده باشد یکی دهد. میگوید این کار خداوند است، این عدالت خداوند است. هر کس دو نفر یک کار را کردن، صد نفر یک کار را کردن، به یکی یک پاداش میدهد، به یکی صد پاداش میدهد، به یکی صد هزار پاداش میدهد. چرا چنین میکند؟ این عین عدالت است. و اینجا به ما میگوید که کار خدا عدالت به معنای مساوات نیست. العدل و وضع الشیء موضعه هست، یعنی چیزی را در موضع خود قرار دادن، این است عدالت. هر چیزی را در موضع خود قرار دادن. یک نفر آمد هزار تومن کمک کرد مثلا به فقیری، یک کسی آمد او هم هزار تومن کمک کرد، آن دیگری هم، اولی به اولی صد هزار پاداش می دهد. چرا؟ چون فقط هزار تومن داشته است و همان هزار رو داده است در واقع. به دیگری صد تا می دهد چون صد هزار داشته است و یکی را از اینها داده است. خب پاداشش باید متفاوت باشد. به یک کسی یک می دهد چون صدها هزار داشته است و میلیون ها داشته است و هزار داده است. خب این به نظر عادلانه نمی آید. یعنی خداوند همه اینها رو حساب می کند، با همه اینها رو با محاسبه کامل و با انصاف کامل پیش می برد. یا رسول الله، ای مشکل گشای اهل آسمان و زمین، ای رحمت للعالمین، مشکل ما را حل فرما. چیزی هم راجع به رحمت للعالمین بگوییم. عالمین رو بنده نمیدانم چرا مثلا جهانیان معنی کرده اند. همینجا که مثلا گفتند الحمدلله رب العالمین، همه مترجمین ما گفتند که تمام هن برای خداوند است که رب جهانیان است. نمیدانم این عالمین رو از کجا درآوردن، این جهانیان رو، نه با منطق علم صرف و نحو و معانی صادق است، نه با چیز دیگر. چرا این گونه معنی میکنیم؟ عالمین، عالم جمع است، یا ونون علامت جمع مذکر است، یعنی عالم ها، عوالم. رب عالمین، اکنون علم ثابت کرده است که ما چندین عالم داریم، حداقل ما 11 عالم موازی داریم در جهان، آنچه که علمای فیزیک جدید میگویند. علمای فیزیک کوانتوم میگویند که ما حداقل 11 عالم داریم. خب اینها چون میگفتن عالمین، اگر بود عالمین یعنی دو عالم، میشد بگوییم عالم دنیا، عالم آخرت. بعد ماندن که این عالمین رو چگونه ترجمه کنند. آمدن گفتن ما که دو عالم بیشتر نداریم، این جمع است. جمع هم یعنی سه و بیشتر. بنابراین این را چگونه ما معنی کنیم؟ بیاییم و بگوییم که این عالمین همان جهانیان است. چرا ما تحریف میکنیم قرآن رو؟ قرآن میفرماید عالمین یعنی جهانها. پس چندین جهان وجود دارد و
به قول عرفا میگن 18,000 عالم وجود دارد. در بین عرفا مشهور است که میگویند 18,000 عالم در جهان وجود دارد و خیلی از عرفای ما به این توجه کرده اند و این رو دقیق دانستند. خب رحمت للعالمین هم همچنین است، یعنی خدا و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آیه قرآن است و ما نفرستادیم تو را ای رسول مگر رحمتی بر همه عالمیان، بر همه جهانیان و بر همه آنهایی که در جهانها هستند، بر همه جهانها ما تو را رحمت فرستادیم. مشکل ما را حل فرما که مشکل گشای مشکلات اهل آسمان و زمین امروز تویی. نمی فرماید فقط مشکل گشای اهل زمین، بل می فرماید که مشکل گشای اهل آسمان هم هستی. حضرت رسول مشکل گشای فرشتگان هم هست، مشکل گشای جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل هم هست، مشکل گشای همه جهان هست. بنا به آن ولایت قدسیه که حضرت شامل آن هستند، ایشان رحمت است بر همه آن کسی که در عالم هست، بر همه آن کسانی که و بر همه آن چیزهایی که در عالم ها وجود دارند. اگر مرد حقیقت را در این عالم نشانستی، همه رمز الهی را ز خاطر ترجمانستی. معلوم است که اگر مرد حقیقت در این عالم نشانی داشته باشد، همه رمز الهی را ز خاطر ترجمان است. رموز الهی را ترجمان است، ترجمه کننده و مشخص کننده و تعیین کننده همه رمزهای الهی است. وگر مرغان صحرا را بدان عالم رهی بودی، ز پر و بال هر مرغی همه مشکل عیان استی. باز هم معلوم است، می فرماید که اگر مرغان صحرا می توانستند به آن عالم هایی که عالم معنا راه ببرند، از پر و بال هر مرغی همه مشکل ها معین بود و هم می دانستیم که همه آن مرغانی که در آن عالم می پرند همه دارای مشکل هستند و اینها یک مشکل گشایی می خواهند. مسلم نیست هر کس را که در بازار عشق آید، وگر نه زیر هر سنگی هزاران کاروان استی. خب هر کس که در بازار عشق می آید معلوم نیست که کیست و چگونه هست، اما باید بداند هر کسی را اجازه ورود در بازار عشق نمی دهند. زیر هر سنگی در بازار عشق هزاران کاروان وجود دارد. این سخن بسیار زیبایی است، بسیار هم سورئال هست، یعنی هر سنگی زیرش اگر نگاه کنید هزاران کاروان است. یعنی راههایی که به سوی خداوند است، بازار عشق الهی که آنجا هست، در بازار عشق الهی آنقدر روندگان، آنقدر رهروان فراوان هستند که اگر زیر یک سنگ را ببینی و یک سنگ را بلند کنی، از در زیرش هزاران هزار کاروان خواهی یافت که دارند به سوی خداوند سیر و سلوک می کنند. مشهور است که حضرت موسی علیه السلام در کوه طور نشسته بود در مناجات، شب تا صبح مناجات میکرد و زمان صبح که آمد با خداوند سخن میگفت، کلیم الله بود، با خداوند سخن میگفت، ناگاه یک عجبی و یک تکبری در او به وجود آمد. گفت خداوندا چه عالم زیبایی است، در این جهان یک کوه طور است و یک موسی در این کوه طور دارد تو را عبودیت می کند. مردمان چقدر غافلند، این همه شبها رو من در ملاقات تو و در حضور تو هستم. یک طور هست در جهان و یک موسی هست در جهان و این گونه دارد تو را عبودیت می کند. حضرت حق به او الهام فرمود، به او وحی فرمود، با او تکلم فرمود که ای موسی
چشم بربند و بار دیگر بکشا. آنگاه که موسی چشم فرو بست و دوباره گشود، هزاران هزار طور دید با هزاران هزار موسی که همه به ناله و تضرع و زاری مشغولند. از در سجده افتاد از خجلت و از اینکه خود رو دیده بود و عبودیت خود رو دیده بود و آن زحمتی که در راه خدا می کشد رو دیده بود، اعتذار کرد. خداوند فرمود ای موسی، تو کوچکترین هستی در میان بندگان ما، ما اولیایی داریم که در هزاران هزار طور دارند بهتر از تو و زیباتر از تو دارند ما را عبودیت می کنند. در بازار عشق ما عابدان و زاهدان انقدر هستند که در شمار نمی آید. تو چه به خود می نازی که یک طور است و یک موسی هست؟ هزاران هزار در هزاران هزار ما مشتاق داریم و همگی در حال عبودیت و ستایش ما هستند. در مورد عارفان دیگر که یکی میگوید که من شبها سجده بردم و خیلی ناگهان به خودم گفتم که آفرین بر تو، چند صد شب از شبهاست که نمیخوابی، از شب اول شب تا صبح داری مناجات میکنی. یک عجبی، یک تکبری در من به وجود آمد و خداوند یک الهامی فرمود که به آسمان ها نگاه کن. به آسمان ها نگاه کردم، هزاران هزار فرشته دیدم که و به من گفتند که اینان هزاران هزار سال است که این هزاران هزاران فرشته دارند مرا عبودیت می کنند و هرگز سر از سجده من بر نداشتند و اکنون تو با چند روز سجده خود رو می فریبی و گمان می بری که در جایگاه ما و در بازار عشق ما تو اولین و آخرین هستی. رسول الله صلی الله علیه و سلم آن ترجمان بارگاه قدم و آن مرکز قدیم حضرت الوهیت بارگاهی دارد، فرمود آن افسح عرب و عجم، آن معدن علم و کرم، آن شهنشاه بی تبل و علم. شاهنشاهان دیگر تبل دارند و علم دارند. سید کائنات، سلطان موجودات جواب فرمود که ای یاران صادق و ای صحابه موافق. این موافق بودن هم سخن زیبایی است، یعنی صحابه اگر باشد ناموافق یا کم موافق باشد این به درد نمی خورد، موافقت باید کامل باشد. ای یاران صادق و ای صحابه موافق، بدانید که اگر سیل با قوت از کوهسار غلط غلطان عاشقوار به دریا باز رود و به دریا پیوندد، با چندین دست و پا که آبها دست و پا یکدیگرند و مرکب یکدیگرند، به قوت همدیگر کوه و بیابان را ببرند و جیهونها به دریا که اصل ایشان است پیوندند، و هر قطره‌ای نعره میزند که ارجعی الی ربکی راضیه، این چه عجب باشد عجیب، صعب و دشوار و غریب. آن باشد که قطره تنها مانده در میان کوهساری یا در دهان غاری یا در بیابان بیزنهاری، از آرزوی دریا که معدن آن قطره است، آن قطره بی دست و پا و تنها مانده، بی پا و پا افزار، بی دست و دست افزار، از شوق دریا یار بی مدد سیل و یار دلتان شود و بیابان را می برد به قدم شوق، سوی دریا می دواند بر مرکب ذوق. ای قطره بیچاره. خب سخن می گوید مولانا از قطره‌ای که می رود تا به سرمنزل مقصود یا به دریا برسد. شما می دانید که یکی از مثالهایی که عرفا می زنند در مورد اولیا این است که اولیاء الهی در بحر الهیت قدم بند می دارند و اولیاء الهی در خورشید وجود الوهیت در آنجا ذره‌سان هستند. این قطراتی که در بحر مواج الهی هست، این قطره ها توسط جاذبه خورشید الوهیت
به سمت بالا می روند و اینها بخار می شوند، از قطره بودن خارج می شوند، تبدیل بخار می شوند و می روند به ابر می شوند. بعد بادهای رحمت الهی و بادهای عنایت الهی می آید و اینها رو می برد در جاهایی که خشک است، در خشکزارها، در جاهایی که قحطی است، در جاهایی که از آب خبری در آنجا نیست. و امترنا علیهم، و باز در آنجا می باراند این آب را، و قطره قطره که وارد آنجا می شوند کم کم به این می رسند که کم کم آبیاری کنند این آبهایی که بوده است. اما نهایتاً می بایست که آن پلیدی ها را بشویند از آن سنگ ها از روی زمین، و اینها رو می شویند و کم کم دوباره راه پیدا می کنند، از ذرات کوچک قطره به قطره متصل می شود، خیلی باریک این باریک ها به همدیگر متصل می شود، جوی هایی تشکیل می شود، جوی ها به جاهای دیگر، و کم کم اینها به رودخانه و رودخانه دوباره به دریا می ریزد و دوباره جزئی از دریا می شود. مفهوم الوهیت و مفهوم ولایت هم همین است. خداوند اولیای خود رو که در مکمن غیب خود و در دریای مواج خود و در اقیانوس حضور خود دارد، اینها رو یک به یک به شکل قطره می فرستد به سوی این جهان. افرادی که نزد او نازنین بوده اند رو اینها رو می فرستد به این جهان. این انبیا و اولیا رو، قطرات انبیا و اولیا رو می فرستد به این جهان. اینها بیاین و ببارند بر جوامع بشریت، بر حال انسان ها ببارند. اینها که می آیند پلیدی ها و زشتی های اینها رو می شویند، به اینها علم و آگاهی می دهند، خبر می دهند، نبی هستند، خبر می آورند از آنجا، از دریا خبر می آورند به کسانی که دور افتادند، به آن قطره هایی که در برکه ها راکد مانده اند، به آنها خبر دریا را می رسانند. می گویند تو اینجا نیستی، تو فقط این نیستی، یک دریای عظیمی آن طرف هست، بیا با هم همراه شویم و با هم برویم به سوی آن دریا. آن ولی الهی که قطره ایست از جانب خداوند می آید، البته درست است خود خیلی دچار زحمت می شود، ولی می آید و این قطره های دیگر رو با خود همراه می کند. برکه هایی که در راه مانده بود و ممکن بود آفتاب الوهیت اینها رو فانی کند و از بین ببرد و اینها دیگر وجودی پیدا نکنند، این آبهایی که می آید، این آبها می آید و اینها رو کم کم جای به جا و قطره به قطره جمع می کند و همه رو به سوی دریا می آورد و دست همه این واماندگان طریقت عشق را می گیرد و به سوی دریا می آورد. و این قصه همچنان ادامه دارد و قصه اولیا همین است، به سوی خدا می روند، علی الظاهر می میرند، اما دوباره روحشان بر می گردد و افراد دیگر رو با خود می برند و دوباره همچنین این چرخه ادامه دارد. و به خاطر همین هست که مرگی برای اولیا متصور نیست و همیشه حضور دارند و این تلوثی که در این راه اقدام می شود، وقتی به دریا رسید آن ناخالصی ها تهنشین می شود و دوباره زلال می شود و خداوند این زلال رو زلالتر به سوی خود جذب می کند و به شکل بخار آب و به شکل ابر در می آورد. اما دوباره باید بیاید ببارد و بر خشکی ها و بر جهل ها و نادانی های مردم تا اینها رو دوباره هدایت کند. می فرماید که رفتن در راه سیر و سلوک و به سوی خداوند رفتن و این طریقت رو پیمودن مانند آن قطره است. ما همه قطره هایی هستیم اینجا جمع شده ایم. هر وجود هر کدام از ما یک قطره هست. این قطره ها جمع شده اند. تا اگر یک قطره تنها بماند چه خواهد شد؟ بلافاصله بخار می شود، از بین می رود. اما اگر این قطره ها تجمع پیدا کنند چه؟ هرچه این تجمع بیشتر باشد، آن حالتی که در او وجود دارد بیشتر خواهد بود. هرچه بیشتر باشد، تموج او بیشتر و عظیمتر خواهد بود. این دریای عاشقان الهی است که می تواند موجهای سهمگین داشته باشد
و همین است که عاشقان میبایست مانند قطره هایی به همدیگر متصل شوند. مولانا این رو میفرماید که خداوند به هر کدام از این نعره ها، از این قطره ها نعره میزند که ارجعی الی ربکی راضیتن یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه، ای قطره، ارجعی الی ربکی، مثل این که میفرماید ارجعی الی البحر، برگرد به سوی دریا، اگر اینجا بمانی باد هوا خواهی بود، از بین خواهی رفت، به دریا متصل باش تا باقی باشی، به دریا فانی شو تا اینکه باقی باشی. بقای بالله همین است، بقای به دریا هست، فنا از قطرگی، فانی شدن از قطرگی و باقی بودن به بحر مواج الوهیت. صعب و دشوار است و عجب است آن باشد که قطره تنها مانده در میان کوهساری، یک قطره در میان کوه مانده باشد، یا در دهان قاری، یا در یک قاری باشد، یا در بیابان بی زنهاری، بیابانی که زنهاری نیست، در حقیقت پناهگاهی برای او وجود ندارد، هر لحظه این قطره فانی خواهد شد و از بین خواهد رفت. از آرزوی دریا که معدن آن قطره است، معدن آن قطره، اصل آن قطره از دریاست، آرزوی دریا دارد آن قطره بی دست و پا تنها مانده. آن قطره خیلی جالبه، قطره که دست و پا ندارد، ما میگیم فلان کس بی دست و پاست، یعنی کاری از دستش بر نمی آید. این روحای ما هم همچنین است، این قطرات روح ارواح ما همچنین است، بی دست و پا این ما مانده ایم، اما میل به دریا داریم. شما آب را هر جا قرار دهید میل به این دارد که به سطح دریاها برسد، اگر در 4000 متر بالاتر هم باشد، اگر یک قطره آب را رها کنی حرکت خواهد کرد بنا به جاذبه دریا و به دریا خواهد پیوست. اصل این است و میبایست که همه به آنجا برسند. این شوق دریاست که در هر قطره ای وجود دارد. در قطره روح ما خداوند شوقی را قرار داده است که ما را به سمت دریای وجود خود راهنمون میشود، اما بی دست و پاست، بی دست افزار است، بی پای افزار است، نه کفش دارد و نه عصایی که بتواند به آن تکیه کند و برود. از شوق دریا یار بی مدد سیل، حال اینجا ممکن است یک سیلی بیاید و این قطره رو با خود ببرد، خوشا به حال این سیلی که میآید همان اولیا هستند، یک دفعه بدون اینکه به شما راورند و بگویند این قطره هست، آیا من ببرم یا نبرم، رحمت للعالمین همین است، رحمت للعالمین همین است، برای تمامی قطره ها رحمت است، می آید و سیلوار همه رو به سمت خود می کشد و می برد به سمت دریا. و یار غلطان شود، بیابان می برد، بریدن یعنی رفتن، بیابان ها رو این رودخانه ها می برند و می روند، به قدم شوق سوی دریا می دواند بر مرکب ذوق. اما باید یه مرکبی هم داشته باشی، به چه سوارند؟ بر ذوق و شوق. عرفا به طور کلی از کسالت و کسادی و از بیحالی متنفرند، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، زین همرهان سست عناصر دلم گرفت. این سست عنصری مخالفت حقیقی است با این، کسی که خمود باشد، خموش باشد، اینها به درد عرفان نمیخورد. عرفان انسانهای پابرکابی میخواهد، عشق انسانهایی میخواهد که از هیچ نهراسند و قدم در راه عشق بنهند و هیچ نپرسند از آینده خود، از رونده ها، از هیچ نپرسند، فقط پای در راه بنهند تا راه خود به آنها بگوید که چگونه باید بروند و به کجا باید بشتابند. خود رو مهم است که اینها به رودخانه اولیا بسپارند. اگر یک قطره این را توانست که بیاید بیعت کند با ولی الهی، بیاید به ولی الهی بپیوندد، دیگر کارش تمام است.
در آنجا آن وقتی به متصل به آن رودخانه شد، این رودخانه معلوم است که نهایتش به دریا خواهد بود. و این هم که گفتند مرد در دست قصال است و سالک بایستی که تبعیت محض کند، همین است. قطره وجود سالک باید از جوی هرچند کوچک باشد باید تبعیت کند، سعی کند به او متصل شود. چرا؟ چون جوی جایش همان دریا خواهد بود، نهایت جوی رفتن به دریا خواهد بود و به حقیقت پیوستن خواهد بود. ای قطره بیچاره، خاک خصم تو، خاک دشمن این قطره است، قطره رو در خود فرو میبرد. باد خصم تو، باد میآید او رو با خود میبرد و خاک و باد و آب و آتش، تاب آفتاب خصم تو، آتشی که آفتاب میزند آن دشمن تو هست. مقصدت که دریا سخت دور است. ما از چهار عنصر اربعه که هست، ما از خاک هستیم، آب و باد و آتش و خاک. این چهار عنصر هر چهار تا برای دشمنی با این قطره آب آماده اند. خاک این قطره آب رو به خود فرو می کشد، باد می آید بخار می کند او رو با خود می برد و فانی می کند. آب اگر آب صحیحی نبود ممکن است او رو کثیف کند و از خود براند، و آتش هم که او رو تبخیر می کند. خب اکنون مولانا می فرماید که خاک خصم تو، باد خصم تو، تاب آفتاب. تاب آفتاب یعنی آتش آفتاب، گرمی آفتاب، تابش آفتاب خصم تو. مقصدت که دریا سخت دور است. مقصد هم بسیار دور است، کی به دریا خواهی رسید؟ اینجا باید چه کنی؟ ای قطره بی دست و پا، در میان چندین اعدا، جانب دریا چون خواهی رفتن؟ این همه دشمن داری، آب و باد و خاک همه، آتش همه دشمن تو هستند، دریا هم اینقدر، مسیر هم اینقدر دور است، چگونه خواهی رفت؟ چه باید بکنی؟ قطره به زبان حال میگوید. آن قطره که قطره روح سالکان طریقت است، عاشقان الهی است و فقیران درگاه حضرت حق است، در میگوید در جان من که قطره ام و ضعیفم، شوقی است از تأثیر عنایت دریای بی پایان. خیلی زیباست. در جان من که قطره ام و ضعیفم، شوقی است. این شوق بسیار مهم است. من شوق دارم به سمت دریا، شوقی است از تأثیر عنایت دریای بی پایان. که و حمل هل انسان انه کان ظلوما جهولا. خب من انسان هستم، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها فحمل الانسان انه کان ظلوما جهولا. ما امانت الوهیت، امانت عشق را به آسمان ها و زمین فرو نهادیم، به اینها عرضه کردیم، فابین ان یحملنها، ابا کردند، آسمان و زمین نپذیرفتند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه نام، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. البته ما خیلی با دیوانه بودن، قرعه عنایت است که خداوند به ما زد که ما بتوانیم در راه او قدم برداریم. اندر این بیابان که سیل ها می لرزند از بیم فرو ماندن. در اینجا سیل ها می ترسند که به دریا نرسند، سیل های عظیم می ترسند که یک دفعه تبخیر شوند و اصلا به دریا نرسند. که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها. ما عرضه کردیم امانت را بر آسمان ها و زمین، بد کوه ها ابا کردن که آن را هم کنن و اشفاق نمینها و از آن سر باز زدند. اشفاق یعنی ترس، ترسیدند از این امانت.
از هیبت خطر بیابان بیزنهار مجاهده. این مجاهده یک بیابانی است که هر کس در آنجا رفته است کمتر کسی از آنجا سلامت بیرون آمده است. آسمان بلرزید و بترسید، سماوات قبول نکرد، کوها فریاد کرد که ربنا ما این امانت بر نتابیم، ول جبال، جبال گفتن که خداوند ما نمیتوانیم این را بپذیریم. عرض چه گفت؟ زمین گفت من خاک آن رهروانم، اما طاقت آن ندارد جانم. جان آدمی که قطره ایست میان به خدمت بربست. در اینجا جان آن روح آدم که یک قطره بود پذیرفت. آسمان ها، زمین، کوه ها نپذیرفتند این یک قطره بی مقدار که در معرض چندین خطر است، او این را پذیرفت. میان به خدمت بربست. میان بستن، قدما وقتی که میخواستن کسی رو اجیر کنن برای کار، یک دستمالی یا یک چیزی به دور کمر میبستن، یعنی آماده کار میشدن. میان بربستن یعنی آماده کاری شدن و عزم کاری را کردن. انسان معمولاً لباسهاشون هم که قبا بود یا عبا بود، اینها رو می آوردن در کمرش رو می بستن که چالاکتر بشوند. به این هم میان بربستن گفتند. تو مرا دل ده و دلیری بین، روبه خیش خان و شیری بین. تو به من دل بده، آن وقت ببین من چقدر دلیرم، چقدر دل داده هستم. من را روباه خود بخوان، بگو تو روباه من هستی، ببین من چه شیری خواهم شد. روباه خداوند شیر بیشه هجا هست. ضعیفم، نحیفم، بیچارم، اما چون آثار عنایت کرم نابنی آدم به گوش جانم رسید، نه ضعیفم، نه نحیفم، نه بیچارم، چارگر جهانم. خیلی زیباست، خیلی زیباست. و کرمنا بنی آدم، قرآن فرمود که ما بنی آدم رو تکریم کردیم. این بار امانت آسمان ها و زمین و کوها نکشیدن، از آن سر بازدن، اما این انسان کشید این بار رو. چرا؟ چون که به او کرامت داده است. این بشر بود که به کرامت رسیدن به خداوند نائل می شود. چون ز تیر تو پر کنم ترکش، کمر کوه قاف گیرم و کش. اگر تیری که تو داری من در ترکش بکشم، ترکش همان چیزی بود که تیرها رو در آن قرار می دادن. ترکش به معنای چیزی که تیرها رو قرار می دادن و بر پشت می انداختن. معمولا یک ظرف چرمینی بوده است که تیرها رو از آن بر می داشتن و در کمان می نهادن و پرتاب می کردن. اگر تو اجازه دهی من کمر کوه قاف رو خواهم گرفت و خواهم کشید. یعنی کوه قاف که بسیار عظیم است، من کاری می توانم با این قطرگی خودم، با این روح کوچک قطرگی خودم کاری می کنم که زنهار از کوه قاف می گیرم. تا نظرم به خود است و به قوت خود، ضعیفم، ناتوانم، از همه ضعیفان ضعیف‌تر. وقتی که من به خودم نگاه می کنم، خود را می بینم بسیار ضعیفم، بیچارم، از همه بیچارگان بیچاره ترم. اما چون نظرم را گردانیدی تا به خود ننگرم، تا وقتی که من خودم را می دیدم بسیار بیچاره بودم، قطره ای بودم، اما وقتی به تو نگاه کردم دریایی دیدم. مهابت دریا در دل من فرود آمد، آن عظمت دریا در من اثر گذاشت. روباهی بودم، شیر تو را دیدم و شیری آموختم. اما چون نظرم را گردانیدی تا به خود ننگرم و به عنایت و لطف تو نگرم، که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. چرا ضعیف باشم؟ چرا بیچاره باشم؟ چرا چارگر نباشم؟ چرا آدمی باشم؟ چرا آندمی نباشم؟ چرا آدم باشم؟ من میخوام آندمی باشم، آن نفسی باشم، از نفس رحمانی باشم. وقتی که وجوهن
چهره های یومئذ در چنین روزی ناظرتون بسیار شادند، شادابند. چرا شاد است؟ الی ربها ناظره، به سوی رب خود در حال نظاره گری و نگاه کردن است، دارد رب خود رو تماشا می کند. وقتی کسی رب خود را ببیند، نظر از خود بردارد، به خدا نگاه کند، همه صفات الوهیت رو در خود جمع خواهد دید. من تا وقتی خودم را می بینم هیچم، چیزی نیستم، ولی وقتی به خدا نگاه می کنم، به حضرت الوهیت نظر می کنم، همه چیز هستم. خود فانیم، اما وقتی به بقای حضرت رو می بینم، در بقای کامل مستحیلم. چه آمد روی مهرویم، که باشم من که من باشم. وقتی ماه روی من تجلی کرد، من کیستم که من باشم؟ من باید منی رو رها کنم. که باشم من که من باشم. یک عاشق وقتی که جمال دلربای معشوق را دید، اگر همه چیزش را و اول خودش را فراموش نکرد، البته در عشق صادق نیست، اگر دید آن وقت صادق نیست. مولانا قصه آن عاشق را میگوید که هر روز این معشوق را به او نمیدادند، او هر روز این عاشق میآمد و از دریایی صعب و وحشتناک میگذشت، شب تا صبح راه میآمد، در دریا پارو میزد و میرفت، به معشوق میرسید، چند ساعتی در حضور او بود، دوباره برمیگشت و فردا باز همچنین این رو تکرار میکرد. هر روز میرفت و معشوق رو میدید و دوباره برمیگشت. معشوق هم میدانست، میگفت من تو را خیلی دوست دارم، ولی این دریا ممکن است که تو را به خطر بیاندازد، این دریا خطرناک است، غرق میشوی. گفت نه، اصلا غرق نمیشه. این همچنان می آمد و می رفت، تا اینکه یک روز رفت آن طرف و نشست در مقابل معشوق و ناگهان به چهره معشوق دقت کرد، دید که یک جای زخم کوچکی در صورت او هست. گفت این جای زخم چه بود؟ کی این اتفاق افتاده؟ گفت این رو من از بچگی دارم. اکنون تو این را دیده ای، امشب دیگر باز نگرد، امشب باز نگرد که ممکن است غرق شوی. گفت نه، من عاشقم، بر میگردم. برگشت و غرق شد. تا عاشق بود این دریا نمیتوانست او را غرق کند. به محض اینکه در چهره او دید، چهره او را نگاه کرد و عیبی در چهره او دید، از آن زمان دیگر او عاشق نبود. بنابراین دیگر دریاها هیچ تضمینی ندارند که غیر عاشق رو غرق نکنند. چه آمد روی مهرویم، که باشم من که من باشم، که من خود آن زمان هستم که من بیخیشتن باشم. من آن زمان من هستم که بدون من باشم. من آن وقت اتفاق می افتد که آن من نباشد. و تا زمانی که من هست، منیت هست، انانیت هست، فردانیت هست و وجود عاشق هست، یعنی از معشوق هیچ خبری نیست. مرا گر مایه‌ای بینی، بدان کان مایه او باشد. اگر در من چیز خوبی میبینی، اگر در من جمالی میبینی، اگر در من علمی، جهدی، تلاشی، اگر هرچه که در من میبینی، مرا گر مایه‌ای بینی، بدان کان مایه او باشد. همه زیبایی هایی که در من میبینی از اوست. برو گر سایه‌ای بینی، بدان کان سایه من باشد. نگاه کن، اگر سایه‌ای دیدی، بدان که سایه من هستم. سایه یعنی هیچ، سایه یعنی نبود، فانی بودن. چه او با من سخن گوید، چه یوسف وقت لا باشد. میگوین یوسف وقتی داشت سخن میگفت، همه در جمالش انقدر محو میشدن که نمیدانستن چه گفته است، انقدر مسحور چهره زیبای او می شدند که یادشان می رفت، سخن یادشان می رفت. تا
دوباره از دیگران میپرسیدند یا معمولا مکتوب بوده به آنها میگفتند. چه او با من سخن گوید چه یوسف وقت لا باشد. وقت لاست، وقتی که یوسف سخن بگوید هر کسی که انسان رو بخواند خواهیم گفت لا، نه نه، من رویم به سوی معشوق است. چون من با او سخن گویم چون موسی وقت لن باشم. اما وقتی که من با او سخن میگویم آن وقت است که مانند موسی خواهم شد و لن ترانی موسی ابدا، که در قرآن آمد که رب ارینی انظر الیک، حضرت موسی گفت که خداوندا نشان بده تا من تو را ببینم، قال لن ترانی، تو هرگز مرا نخواهی دید. سخن پیدا و پنهان است، او آن دوستر دارد که او با من سخن گوید، من آنجا چون سخن باشم. بسیار زیباست، بسیار عالی است. ممکنه سخن پیدا باشد و سخن پنهان باشد، ولی او آن دوستر دارد که او با من سخن گوید، من آنجا چون سخن باشم. من دیگر کسی نباشم که به سخن او گوش می کنم، من عین سخن او و عین صفت او باشم. من منیت خود رو در او بودن او و در هویت و هویت او فانی کنم. باز آمدیم به معنی حدیث مصطفوی و تحقیق و بیان و سر و مغز جان آن. خنک او را که مغزی دارد و جانی دارد، آن مغز باید تا مغز را دریابد و جانی باید که از جانی لذتی گیرد. انسان یک جان دارد، یک روح دارد، یک مغز و عقل دارد. بایستی عقل از عقل کل سو بگیرد، بهره ببرد، و جان از جان لذت ببرد. ای جان عزیز من، ای طالب من، به ماها میفرماید حضرت مولانا، ای جان عزیز من، به ما یاد می دهد که وقتی ما با دیگران سخن می گوییم، با عزیزم، محبوبم و با دوست من، با این گونه کلمات هم دیگر رو مخاطب قرار دهیم. اینها رو ما به ما یاد دادن، به ما آموختند که وقتی با هم سخن می گوییم با مهر و محبت و عشق با هم دیگر سخن بگوییم. تعلیم اگر بدون عشق باشد به هیچ دردی نخواهد خورد، هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. ای جان عزیز من، ای طالب من، چندان که تو در طلب از یک پوست بیرون می آیی، عروس معنی از یک پوست بیرون می آید، و چون تو از دوم پوست بیرون می آیی، او از دوم پوست بیرون می آید. یعنی این که من سخنی می گویم، مولانا می فرماید من سخنی می گویم، تو اگر از پوست منیت خود در آیی و به سخن من نسبت به من شوی، منیت خود رو رها کنی، آن وقت عروس طبع سخن یک پرده از چهره خود برخواهد داشت، تو به مقصود نزدیکتر خواهی شد. اگر تو پوست دوم را بیاندازی، پوست من دیگرت را بیاندازی، آن وقت سخن دیگر من، معنی سخن من و معنی گفتار من و گفتار اولیای الهی، یک چهره دیگر و یک نقاب دیگری از چهره برخواهد داشت. یعنی این که انسان ها می بایست آن حجاب رو از درون خود، از مقابل خود بردارن تا بشنون، حجاب از سمع خود و از گوش حقیقت خود بردارن تا بشنون. حجاب برداشتن چگونه هست؟ این که انسان تصورات قبلی خود رو کنار بنهد. من اگر با معلومات خودم، با مقبولات خودم، با تصورات قبلی خودم بیایم به سخن یک ولی الهی گوش کنم، چه خواهد شد؟ هیچ. من باید هر چه دارم رو کنار بدهم، هر چه که آموختم، هر چه که نیاموختم، هر چه که میفهمم و نمیفهمم، همه رو کنار بگذارم و بعد مانند دل صاف، مانند تخته‌ای که نوشته نشده است، مانند لوحی که ضمیر صافی دارد، هر چه که آن علام نوشت آن رو بردارد، وگرنه بر روی کاغذی که قبلا نوشته شده است چه کسی میتواند چیزی بنویسد؟ لوح، ما چرا به سخنان گوش نمی کنیم؟ ما چرا معمولا به نصایح دیگران بی اهمیتیم؟
چرا معمولا سخن دیگران در ما اثر نمیگذارد؟ چرا سخن قرآن در وجود ما تأثیر نمیگذارد؟ علتش این است که لوح وجودمان را پر از املاهای غلط کردیم. آنقدر این لوح خالی را نوشته ایم که دیگر جایی نیست. کجا بیاید قرآن بنویسد؟ کجا پیامبر بیاید بنویسد؟ کجا اولیای الهی بیاید بنویسد؟ همه جا را تاریک کردیم، همه جا را ریز به ریز نوشته ایم. افکار ما آنقدر ریز عمل کرده است که جایی برای فکر جدید برای ما قرار نداده است. چاره چیست؟ چاره این است که لوح دل رو پاک کنیم، یک پاک کنی داشته باشیم، این لوح رو کامل پاک کنیم، این تخته سیاه دل رو پاک کنیم، سفید کنیم، بعد اجازه دهیم که آن قلم اعلی، آن نفس کلیه، آن عقل کلی، آن عقل العقل، آن حضرت رسول صلوات الله علیه یک چیزی بر آن بنویسد و ما اون رو دریافت بداریم، وگرنه چگونه ممکن است؟ اگر هم بنویسد گویا بر روی آب نوشته است، بعد از مدتی رفع می شود و دفع می شود. می گوید که اگر یگانه شوی با تو دل یگانه کنم. تو بایستی دلت را با من یگانه کنی تا من با تو یگانه شوم. نمی شود تو با هزار نفر از افکارت بیایی و من تو را یک به حساب بیاورم. تو هزار نفر هستی. آن 999 فکرت را و ذهنت را کنار بگذار، تنها باش، منفرد باش، من همان وقت برای تو فرد هستم. چرا یک عده فکر میکنن خدا یکی نیست؟ به خاطر اینکه خودشان یکی نیستن. انسان اگر خود یکی بود خدا را یکی خواهد دید. دلیل شرک این است که شخص خود رو چند، خود چند تاست، چندگانه هست. اگر یگانه شوی با تو دل یگانه کنم، ز مهر خلق و هوای کسان کرانه کنم. این مهر خلق یکی از زنجیرهایی است که به دست و پای ما بسته شده است. ما دوست داریم دوست داشته شویم، ما دوست داریم مهر خلق به سوی ما بیاید. اشتباه نشود، ما مجبوریم، موظفیم در راه عشق دیگران رو دوست داشته باشیم، این یک حتم است. اما نبایستی انتظار دوست داشتن دیگران رو داشته باشیم و توقع دوست داشتن دیگران رو نباید داشته باشیم. با اینکه این گویا طبیعی انسان است که مورد محبت واقع شدن رو دوست می‌دارد، اما اصل آن است که ما همه رو دوست داشته باشیم اما توقع نداشته باشیم هیچ کس ما رو دوست داشته باشد. آن وقت است که ما به رهایی خواهیم رسید، رهایی از دوست داشتن‌های دیگران. ما اسیر دوست داشتن‌های دیگران هستیم، اسیر این هستیم که خدایا فلان کس که مرا دوست می‌دارد ممکن است من کاری کنم که او دیگر مرا دوست نداشته باشد. این اسارت است، این اسارت است. در مورد معشوق هیچ اشکالی ندارد، ما همیشه مراقب کار خود باشیم که معشوق از ما کناره نگیرد، اما حقیقت آن است که در مورد سایر افراد میبایست ما از اینها رها شویم. از لحاظ روانی روانشناسان هم این رو توصیه میکنند برای سلامتی روح و روان. چون تو باز به حکم هوا و شهوت در پوست اندر میروی، او نیز در حجاب میرود. تو به دنبال هوای نفست در حجاب می شوی، آن سخن الهی و آن ولی الهی هم در حجاب می شود. هرچه تو با او بکنی او با تو چنان خواهد کرد. آینه است، در مقابل آینه روی را بپوشانی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آینه روی از تو خواهد پوشید. اگر در برابر آینه رخ آن حجاب را از چهرت برداری، آینه هم حجاب از چهرت برخواهد داشت. ولی الهی آینه تمام نمای وجود تو هست. میگویی عروس معنی، ای مطلوب عالم، ای صورت غیبی، ای کمال بی عیبی، جمال نمودی باز چرا در حجاب رفتی؟ او جواب میگوید زیرا که تو در حجاب هوا و شهوت رفتی. تو در حجاب هواهای نفسانی و در حجاب شهوت ها رفتی، من هم از تو در حجاب شدم. دلدار چنان مشبش آمد که مپرس، هجرانس چنان پراوتش آمد که مپرس. گفتم که مکن،
گفت مکن تا نکنم. گفتم که مکن، گفت مکن تا نکنم. زین یک سخنم چنان خوش آمد که مپرس. گفتم چرا جفا میکنی؟ گفت تو جفا کردی. چرا حجاب در برابر من داشته ای؟ ای معشوق خداوند، چرا خودت را به من نشان نمیدهی؟ من که تقصیری ندارم. خدا میفرماید من میخواهم تو را ببینم. تو حجاب شهوت و هوای نفس رو مقابل رویت آورده ای، مرا نمیتوانی ببینی. اینجا تصویری باشد، معشوق اینجا باشد و عیان باشد، من حجابی داشته باشم، من میتوانم او را ببینم؟ این حجاب از من است، حجاب از معشوق نیست، حجاب از محبوب نیست، حجاب از من است. من وقتی روی خود رو با حجاب شهوت، با حجاب نفس پوشانیدم، با حجاب خواهش های نفسانی پوشانیدم، دیگر او رو نخواهم دید و گمان میبرم که او از من روی پوشیده است، در حالی که چنین نیست، من از او روی پوشیدم. او ظاهرتر و آشکارتر از این است که من از من روی بپوشد. روزی سلیمان صلوات الله علیه بر تخت و سخرنا له الریح نشسته بود. قرآن می فرماید که باد را برای او تسخیر کردیم. مرغان در هوا پر در پر آورده بودند. خب مرغان که به فرمان او بودند و سخن او را می فهمیدند آمده بودند و قبه کرده تا آفتاب بر سلیمان نتابد. آمده بودند و قبه یعنی یک چادر کرده بودند، آمده بودند یک قله و چیزی که چادری که خیلی بزرگ باشد قبه میگن. قبه کرده تا آفتاب بر سلیمان نتابد. مرغ ها آمده بودند بالای سلیمان که از آفتاب مسون باشد. هم تخت پران هم قبه بر هوا پران. غدوها شهر و رواهها شهر. از قرآن هست که شامگاهش یک ماه بود و روزش یک ماه و رفتنش یک ماه بود و آمدنش یک ماه. ناگاه اندیشه که لایق شکر آن نعمت نبود در خاطر سلیمان بگذشت. بر تختش روی هوا بود و پرندگان هم بر بالای سر او می رفتند. ناگهان برای خود یک عظمتی احساس کرد که من عجب انسانی هستم. در حال تاج بر سرش کج گشت. تاجی که داشت تاجش کج شد بر سرش. هرچند که راست می کرد باز کج می شد. گفت ای تاج راست شو. گفت چرا من هی تو رو راست می کنم تو کج می شوی؟ تاج به سخن آمد گفت ای سلیمان تو راست شو. من راست بودم تا زمانی تو راست بودی، اکنون که خاطر کجی گرفتی من کجی گرفتم. سلیمان در حال در سجود افتاد که ربنا ظلمنا، پروردگارا ما به خود ستم کردیم. در حال تاج کج شده بی آن که او راست کند بر سر راست ایستاد، چون توبه کرد. سلیمان به امتحان تاج را کج می کرد راست می شد. امتحان میکرد که ببینم، باز هم کج میکرد، دستشو که میکشید خود به خود راست میشد. عزیز من تاج تو ذوق توست، چشش عشق توست، ذوق توست و وجد و گرمی توست. این سردی رو باید رها کرد، آن گرمی تو تاج توست. چون ذوق از تو رفت افسرده شدی، تاج تو کش شد. ذوقی که ز خلق آید زو هستی تن زاید، ذوقی که ز حق آید زاید دل و جان. ای جان، مردمی که ذوق می کنند بدن در وجود می آید. پدر و مادر ذوقی می کنند و فرزندی به وجود می آید. اما ذوقی که از حق می آید از درون جان برمی خیزد. ای سلیمان وقت به ما می گوید، البته به شما میگوید، ای سلیمانان وقت که پری رویان عقلانی و روحانی به فرمان تو اند، دیو رویان نفسانی و شیطانی پیش تخت وجود تو دوند. گرد رخت صف زده لشکر دیو و پری، ملک سلیمان تو راست گم مکن انگشتری. مراقب آن انگشتری الوهی باش.
صلح جدا کن ز جنگ، زان که ننی کو بود کارگه شیشگر دستگه گازری. گازر یا گازر که می گفتند کسانی بودند که ظرفها و به قول رختها را می شستند، رختهای فراوان را می دادند و می شستند. اینها چوبهایی داشتند در کنار آب، آنقدر اینها رو می کوبیدند بر این چوبها با شدت که این لباسها درست شود، و بعضا هم از چوب هم چیزهایی درست میکردن. بعضا به نجارها هم گازر میگفتن که نجاریهای خیلی کلان و بزرگ رو انجام میدادن و با پتکه هایی میکوبیدن. میفرماید که لشکر دیو و پری گرد رخ تو هستند، یعنی آنهایی که آمدن تا تو را از راه بدر کنند. ملک سلیمان تو راست، گم مکن انگشت. اگه انگشتری تو گم کردی چه میشود؟ سلیمانی رو از دست خواهی داد. قصهشو میدانید که انگشتر او رو دیو برد و او سلیمان بودن خودش رو از دست داد. صلح جدا کن ز جنگ، زان که ننی کو بود کارگه شیرشگر دستگاه گازری. یعنی دستگاه گازری در کارگاه شیشگری باشد، یک ضربه که میزند همه شیشه ها خواهند شکست. آنها این شیشه دل رو نگه دار در دکان وجود تو، تا شیشگر طاعت و شوق و ذوق تواند با گازر هوا و شهوات. هرچه 10 روز شیشگر در این دکان شیشه های طاعت سازد، گازر کوبه ای بزند دکان در لرزد، همه شیشه ها در هم شکند. میگه تو که این همه عبادت میکنی، 10 شبانه روز عبادت میکنی، شیشه های رنگین زیبایی ساخته ای و در قصر وجود خود و در خانه وجود خود نهاده ای. یک دفعه یک گناهی که میکنی میآید آن گازر میزند، همه آن شیشه ها میفتد و میشکند. بعد در آخر میگی که من این همه اطاعت کردم، من 10 روز بود اطاعت خدا میکردم، با یک چیز از بین رفت. این عدالت هست؟ بله عدالت هست، چنان که 1000 شیشه با یک ضربه شکسته خواهد شد. انتهبت اعمالکم و انتم لا تشعرون. در حالی که اعمال شما از بین برود و شما درک نکنید. اکنون ای سلیمان وقت خیش، 2 دقیقه تمام میکنم. اکنون ای سلیمان وقت خیش، چون تاج ذوق و نور اخلاص بر فرق سر جان خود نبینی، خود را افسرده بینی و تاریک و محبوس سوداها بینی. بانگ براری که ای ذوق کجایی؟ به سرت که نگاه میکنی آن تاج سلیمانی رو نمیبینی، میگی کجا هستی ای تاج ذوق و ای شوق در چه حجابی؟ هرچند میکوشی تا آن ذوق رفته بازایت نیاید. یک ذوقی پیدا کردی، میکوشی که دوباره بیاید، بر نمیگردد، چه کرده ای؟ و آن تاج اخلاص را هرچند بر سر خود راست میکنی، کج میشود. چرا چنین میشود؟ ندا می کند که تو راست شو تا من راست شوم. به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. همانا دکترین الهی این است که خداوند تغییر نمی دهد نعمتی را که بر قومی انعام فرمود، تا زمانی که تغییر دهند آنچه در خودشان است. خدا یک نعمتی رو به انسانها می دهد، تا زمانی که تغییر ندادند خود را آن نعمت همچنان خواهد آمد. وقتی آن نعمت قطع می شود، معلوم است که اینها یک تغییری در خود به وجود آورده اند. چون می فرماید صانع ذوالجلال، معطی بی ملال، عطا کننده بدون ملال. قدیم پیش از پیش، بخشاینده بیش از بیش، جل جلاله که من که خدایم، بخشنده ام و بخشاینده و بخشنده و بخشاینده آفرینم. من خودم بخشنده هستم، بخشنده می آفرینم. بخشاینده هم، بخشنده یعنی دهنده، بخشاینده یعنی از گناهان درگذرنده. مثل بخشودن و بخشیدن. بخشودن یعنی یک چیزی را به کسی دادن، انعام کردن، لطف کردن، مثلا به کسی نواله‌ای بخشیدن. بخشودن در برابر آن یعنی اینکه از گناه کسی گذشتن.
این دو رو از هم جدا می‌کنه. بخشنده یعنی میبخشد، بخشاینده یعنی از گناه میگذرد. من که خدایم بخشنده ام و بخشاینده، و بخشنده و بخشاینده آفرینم. چون به بندگان نعمتی دهم، هرگز آن را دیگرگون نکنم، تا ایشان معامله و زندگانی خود دیگرگون نکنند. و السلام علیکم و رحمت.